یکی از آداب سنتی شب چله قصه گویی بوده و کماکان هست و چه فرصتی بهتر از این که توی این شب نشینی های خانوادگی پدر بزرگ و مادر بزرگ در صندوقچه خاطراتشون رو باز کنن و قصه این دیبای زربافت رو پهن کنن روی صورت خیال. قرار من امشب براتون قصه بگم، برخلاف همیشه که براتون میخوندم، یه قصه از منطقه زاگرس، قصه ای که بوی بلوط و ارجن و میخک و ختمی میده، قصه ای که از مردمانیه که هزاران سال این قصه ها هم مدرسه شون بود، هم دبستانشون، هم دانشگاهشون و خیلی چیزهای دیگه. از میان این قصه ها چیزی رو که میخوام امشب براتون تعریف بکنم، قصه پرنده فاخته است. بسیار این رو کوکو میگن، بسیار این رو فاخته میگن، اما در مناطق وسیعی از زاگرس این پرنده رو به خاطر صداش، برداشتی که از صداش دارن، کچی، کپو میگن. توت 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 توت. این صدا رو وقتی که شنیدن براش قصه پرداختن، مثل همه یه چیزهای دیگه، مثل رود، مثل چشمه، مثل درخت، مثل سنگ. مادر و پسری در میان اون دامدارها زندگی میکردن، زندگی خوش و روزانهی، و مادر بزرگ منطقه بود، تا اینکه دوست داشتن، عشق ورزیدن به سراغ پسر اومد. دلباخته دختر دایی خودش شد. از مادر اقوام اون رو خواستگاری کرد. اول مقاومت هایی بود، اما بالاخره تن دادن به این ازدواج و اونها خوش و خرم در کنار هم دیگه زندگی میکردن. اما مگه میشه یک دختر جوان به خونه اومده میخواد به دلخواه خودش گله ها رو، رمه ها رو، زندگی رو بچرخونه، اما در کنارش کسی هست که جور دیگه ای دوست داره. شروع میکنه آهسته آهسته پیرزن به بدگویی از دختر پیش پسر. ابتدا نمیپذیره پسر، ولی زندگی اونها، زندگی همه اونهایی که در دامنه یه زاگرس زندگی میکردن، به شیر وابسته بود. اما شیر یه شوخی داره با آدم ها. ابتدا که اون رو میدوشن در دیگهای بزرگ، کف میکنه، ولی ساعتی بعد به پایین میره و به ته دیک میرسه. همین رو پیرزن بهانه کرده بود و به پسر جوان و تا حدودی خام خودش میقبولوند که اونجایی که این شیرها کم شده کار دختره. اینها رو میبخشه، اینها رو حیف و میل میکنه. دسیسه و دروغ بالاخره اونجا اینقدر رشد میکنه، ریشه میزنه تا پسر به اینجا میرسه که میانه دختر و مادر یکی رو انتخاب بکنه و تصمیم میگیره روزی به قتل عروسش. توز سر را گد نظارم همیرید دستم، چنو بر چنو دیب عزیزم بطنم رسم، خواه خوش خیالم نظارم بنا دیر دنیا.
همین که اون روز کارد رو میکشه تا عروس رو از بین ببره، شاید از زیبایی ها و خوبی ها و تمام اون عناصر نیکویی که در وجود دختر وجود داره طوفانی برپا میشه که همه جا به هم میریزه و همه چیز به هم میریزه، زمین و آسمان به یک هو تار و تیره میشه و وقتی که همه جا روشن میشه به جای دختر پرندهی وجود داره که این پرنده روی چادر میپره، اونجا شروع به خواندن میکنه، عمه رو مورد خطاب قرار میده، کچی، کپو، کمبی، کفی، کمبی، کفی، کمبی، دید دید، دید دید، دید تا چشم سوا کردم عزیزم، نه چی بیا نه دنیا در همه تاریخ در سراسر قرن و قرن زاگرس این فریاد بر علیه دسیسه رو مردمان زاگرس پاس می‌دارن، دوستش می‌دارن و هر وقت که می‌خوان به دسیسه و دروغ و تزویر اشاره بکنن اون رو به یاد میارن و به خاطر میارن و میگن انگار کچی کپو هستی و سرنوشتمون. امیدوارم از این قصه خوشتون اومده باشه، هر چند من قصه گوی خوبی نبودم برای شما. امیدوارم این بلندترین شب سال در کنار هم دیگه و با این که هوای هم دیگه رو داشته باشیم به داد هم دیگه برسیم به سر بیاد و فردای روشنی داشته باشیم. به امید روزهای خوب و خوش و خرم برای همه هموطنان عزیزم موفق باشید. دنیا نما